بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امید دارید که سعادتمند باشین و از گزند خطر و روزگار و همچنین ایام به دور باشین و در کنار خانواده های عزیز لباس عافیت به تن داشته باشین. در خدمت شما قرار داریم با یک دیگر از برنامه های مکتب، مضمون بیولوژی صنف 11 و درس 20. چه خوب پیش از وارد شدن به بحث و برنامه امروزی مروری داشته باشین به درس‌های جلسه گذشته. خب کیا از شما میتونن برای ما بگن که اورینتولوژی چی بود؟ چی؟ علمی که از پرنده ها بس میکرد، آفرین. و هرپتولوژی چی بود؟ علمی که از کی بس میکنه؟ خزنده ها. چرا اینا به نام خزنده میگین؟ چیکار؟ بله، چون پا ندارن و یا اگر پا دارن دسته ها نسبت به پاها چی شاگرده کوتاه‌تره و مجبورن به راه رفتن از چی کمک بگیرن؟ از سینه. قلب خزنده ها چند جوفی بود؟ 3 جوفی، آفرین. کدام خزنده قلب از اون 4 جوفیش؟ کرکودیل. بسیار خوب. گفتن خزنده ها تخم گذارن یا چوچزا؟ تخم گذار. استحاله در اینا وجود داره؟ نه خیر، آفرین. خب پرنده ها به چند قسمن؟ پرنده ها به 2 قسم. چی و چی؟ دونده و پرواز کننده. آفرین. پرنده های دونده چرا نمیتونن پرواز بکنن؟ چی؟ وزن اینا زیاده، آفرین. پرهای اینا کمه، خیلی خوب. استخوان‌های اینا میان پره. اما پرنده های پرواز کننده باز برعکس، چرا میتونن پرواز بکنن؟ یکی پرهای اینا زیاده، آفرین. براحتی جریان هوا از بین پرها خود میتونن اونا رو تبدیل بکنن. استخوان‌های اینا چی؟ استخوان‌های اینا میان خلیه. بسیار خوب. گفتیم در پرنده ها بچه ها در سیستم اترایی اینا چی وجود ندهش؟ مثانه وجود نداره، آفرین. قلب پرنده ها چند جوفی بود؟ 4 جوف. پرنده ها خونسردن یا خونگرم؟ خونگرمن. دمای بدن اینا چند درجه؟ 40 درجه، آفرین. گفتین مامالیا چی بود؟ ها، پستانداران. خیلی خوب، آفرین. پستانداران. 2 مشخصه اینا رو کی میتونه بگه از شما؟ چی؟ بدن پستانداران پوشیده شده از چی؟ از پش، موی و بعضی هم از فرسها، آفرین. خب قلب در پستانداران چند جوفیه؟ 4 جوف، آفرین. و پستانداران خونسردن یا خونگرم؟ خونگرمن، آفرین. گفتین پستانداران از لحاظ تولید مثل به 2 دسته بودن، یک تخمگذار و چوچزا. تخمگذار مثل خارپشت، اما چوچزا هم باز به 2 قسمه. گفتین یک نوع جوره داره و یک نوع هم کیسه دار. کیسه دار مثل چی؟ کانگرو. و جوره دار به چند قسم بود باز؟ به 9 دسته. خب 2 دسته از جوره دارا رو نام بگیرین. پستانداران، جوره دار، خرطوم دار مثل چی؟ فیل. پستانداران جوردار دماغ عالی مثل چی؟ شامپانزه، گوریل و انسان، آفرین. اما امروز می مقایسه سیستم ها در فقاریار خود شما میخوانیم. وقتی ما شما گفتین فقاریا شامل 5 کلاس هستن، چی؟ مقایسه سیستم های از اینا رو با هم دیگر میخوانیم. مقایسه سیستم ها در فقاریه ها. کدام سیستم ها در فقاریه ها وجود داره شاگرد؟ 1. سیستم اسکلیتی، درست؟ 2. سیستم عضلات. 3. سیستم هاضمه. 4. سیستم دوران خون. 5. سیستم تنفسی، سیستم تنفس. 6. سیستم اطراحیه.
و همچنین سیستم تکثری. اینا سیستم هایی که در فقاریه ها وجود داره. حالا چی تفاوت هایی در اینا موجوده؟ وقتی ما میگیم اسکلت، اسکلت در تمام فقاریه هست اما با تفاوت هایی. مثلا ماهی ها ما و شما خواندین، ماهی ها به چند دسته بودن؟ به سه دسته. ماهی های قزروفی، استخوانی، بدون علاشه. قزروفی ها گفتین استخوان های اینا نرمه، سخت و متراکم نیه، اما نوع استخوانی از این مثل شیرماهی، ماهی لقه، ماهی خالدار، درونته و غیره چی دارای همون تیر پشت یا استخوان های داخلی هستن. به کنار از اگر ما بیاین مقایسه بکنین پرنده ها سیستم اسکلت نار با پستانداران، سیستم اسکلتی در پرنده ها طوری بود که استخوان ها اینا میان خیلیه. چرا؟ چون پرنده بتونه پرواز بکنه. اما باز برعکس، اسکلت در پستانداران متراکمه، سخته. باستی چی؟ چون بتونه وزن خودمو حیوان رو تحمل بکنه. یک گوه وحشی 500 کیلو، 600 تا 800 کیلوگرم وزن گرفتن نیاز به یک استخوانهای متراکم رو بکار داره. یا اگر دقت کنیم ساختار سیستم اسکلتی در پرنده ها، استخوان چناق در اینا دیده باشید شکل پیکان مانند داره. به واسطه چی؟ اگر قرار باشه استخوان در پرنده شکل دیوار مانند یا مربی یا مستطیلی داشته باشه، در هوا پرواز کرده نمیتونه، نمیتونه جریان هوا یا فشار هوا رو بشکنه. یا اگر میم اسکلتر در پرنده ها در گردن از اینو مورای متحرک میتونه 100% گردن خود چرخ بده، اما پستانداران بازی خصوصیت رو ندارن. پس وقتی میگه این استخوان در بدن فقاری ها اهمیت خود داره، تفاوت های هم در این هست. اهمیت کلی استخوان ها چی بود؟ محافظت بود. مثال قبرغه ها در تمامی فقاری ها محافظت میکنه از شش و از قلب. مهره های کمر محافظت میکنه از حرام مغز. جمجمه محافظت میکنه از مغز در تمام فقاری ها، اما با تفاوت های. بعضی استخوان ها گفتین میان خالی، بعضی متراکم، بعضی ساختار از اینا متحرک و بعضی به شکل مورا و هم دیگر چسبیده. و در نهایت وظایف کلی، یکی از جمله وظایف کلی استخوان ها تولید خونه. خون در مغز استخوان تولید میشه. دیگه داریم سیستم عضلاتی، عضلات، قطعات گوشتی. عضلات در فقاریا از لحاظ کار میگن به دو نوع بود، ارادی و غیر ارادی. ارادی اعضایی که به اراده خود موجود زنده صورت میگیره، دست، عضلات خواندن و جویدن، اینا ارادیه. اما معده، گرده، شش، روده ها، امعا، قلب، اینها غیر ارادی هست. و از لحاظ ساختارم ما گفتیم عضلات لشم، عضلات اسکلتی و عضلات قلبی در تمام فقاریه ها وجود داره. رسیدیم برو بحث سیستم هاضمه. سیستم هاضمه هم خود هضم پارچه کردن مواد غذایی. سیستم هاضمه در فقاریه ها متفاوته. مثال اگر شما بیاین بحث خزنده ها رو مد به نظر بگیرین، از جمله خزنده ها مارها بلع کننده هم. چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکرد گفتین تومه خود سیستم اسکلیتی رو مشکنه، تنفس رو قید میکنه و بعدا چکار میکنه؟ بلع میکنه.
با انزایم هایی که در بدن یا در سیستم هاضمی موجوده حیوان رو به مرور زمان تجزیه میکنه. اما برعکس اگر بیایم سیستم هاضمه در پرنده ها با پستانداران مقایسه کنیم، پرنده ها گفتین دهان ندارن، منقار دارن. منقار بعد از منقار میری، یعنی بعد از حلق میری میشه، بعد از میری میشه چینه‌دان یا جاغور، جایی که دانه به او جمع میشه و مرتوب میشه. بعد از چینه‌دان وارد چی میشه؟ سنگدان، کاوی حجرات به نام گازارده، متراکم و سخته، حتی حاوی سنگریزه هایه که چیکار میکنه؟ مواد غذایی مثلا دانه هایی که پرنده ها میگیرن با ساختمان های سنگدان و گازاردی اینا رو نرم میکنه، بعد وارد معده و امعا و کلوا کن. اما در بحث پستانداران هم استفاده های وجود داره سیستم هاضمه. مثلا ما در پستانداران علفخوار یک نوع داریم به نام نشخوار کننده. نشخوار کننده ها حلال گوشتن، معده اینا سه جوفیه، برعکس بعضی از پستانداران دیگه که معده یک جوفی دارن. حالا وقتی میگن معده در اینا سه جوفی هست، اول غذا میبره به اونجا ذخیره میکنه، بعد دوباره برگشت میده به دهان و باز او دوباره میجوه و بعد وارد قسمت دومی و بعد از قسمت دومی وارد انگاری یا مو به اصطلاح لای لایک و بعد دفع کردن. اما در پستانداران غیر نشخوار کننده معده یک جوفیه، غذا وارد معده شد، پروسه هضم در او تکمیل میشه، بعد وارد امعا میشه. یا در بحث ذوحیاتین گفتین خود بقا با زبان چسبناکی که داره، یا چلپازها با زبان چسبناکی که دارن او رو نزدیک میکنن به طعمه، طعمه به او میچسبه و بعد او رو بلع میکنه یا پارچه پارچه میکنه. پس سیستم هاضمه هم در پستاندار در خود فقاریه ها متفاوت بود. پستانداران سیستم هاضمه اینا مربوط به خود اینا بود. در بحث پرنده ها باز بعضی اجزا بیشتر بود. در ذوحیاتین اونها زبان چسبناک داشتن و غیره. بعد از سیستم هاضمه داریم سیستم دوران خون. اعضایی که در سیستم دوران خون دخالت داشت گفتین وریده ها، شرائین و خود قلب. حالا قلب در فقاریه ها متفاوت بود. مثلا ماهیان قلب ناچی بود، دو جوفی بود. برعکس باز خزنده ها و ذوحیاتین قلب ناچی سه جوفیه. دو تا دلیل داشت و یک بعد پرنده ها و پستانداران باز پرندگان و پستانداران قلب چهار جوفی دارن. دو دلیل و دو بعد و تمامی از این فقاریه ها دارای دو قسم دوران خونن. یک بحث دوران خون کبیر، دوران خون کبیر هم دارن و دوران خون صغیر هم در اینا وجود داره. این که گفتین اینا پنج کلاس هن، سه کلاس از اینا خون سرد بود. ماهی‌ها، خزندگان و ذوحیاتین اینا خون سردن و دو کلاس دیگه پستانداران پرندگان خون گرمن. و باز هم در بین این موضوع خون سرد و خون گرم اینا دارای دو قسم دوران خونن، دوران صغیر و دوران کبیر. تفاوت بین از اینا در چی بود؟
میگیم دوران صغیر که هست تبادله خون از کجا به کجای از قلب به شش صحیح شد. وقتی میگیم دوران صغیر خون از قلب پمپ میشه میره به شش برای تصفیه شدن، اکسیژن به روی خون نصب میشه، کاربون دی اکساید از خون گرفته میشه، حالا خون دوباره برگشت میکنه به قلب، این میشه دوران صغیر یا دوران کوچک. اما دوران کبیر چیه؟ باز دوران کبیر گفتیم تبادله بین قلب و تمام قسمت های بدنه، خون از بطن نواز توسط شریان عبر میره به تمام قسمت های بدن، وریده ها خون ناپاک دوباره از تمام قسمت های بدن جمع میکنه دوباره میاره به دهلیز راست، این میشه دوران کبیر. و دیگه داشتیم بحث تنفس. تنفس در فقاریان گفتیم متفاوت، بعضی شوش، بعضی برانشی، بعضی از طریق تنفس کومهی. مثال پرنده ها، پستانداران و حتی خزنده ها از طریق شوش تنفس میکنن و به کنار از این بعضی ها از طریق برانشی، مثال ماهی ها برانشی دارن. و باز تفاوت های هم وجودش که بعضی از ماهی ها و بعضی از خزندگان هم برانشی دارن و هم شوش دارن. اپیسراتودیس و دپنوویر گفتیم دو نوع ماهی بود در استرالیا، هم برانشی داره و هم شوش داره. یا لاک پشت ها هم شوش دارن و هم برانشیر دارن. و به همین خصوصیت پرنده ها گفتیم سیستم تنفسی از اینا در خود بحث حنجره از اینها کیسه یا بکس صوتی یا فارنکس وجود داره که حاوی تارهای عضلیه، زمانی که جریان هوا به اینا برخورد میکنه تولید صوت میشه. شما قناری دیده باشین وقتی چوچو میزنه خود به خود قسمت حنجره و لرز داره، از ارتعاش یا لرز رشته های عضلی تولید صوت میشه. این بحث سیستم تنفس. خود تنفس رو گفتیم تبادله گازات، اکسیژن نصب خون، کاربون دی اکساید از خون گرفته شده و توسط بازدم خارج شدن از اون. و دیگه دارین مسئله اطراح، سیستم اطراحیه، اعضای سیستم اطراحی، گرده ها، حالبین، مثانه، مجرای ادرار. تنها فقاریه هایی که گفتیم در اونها مثانه وجود نداشت پرنده ها بودن. گرده ها خون رو فیلتر میکنه از نقطه نظر آب و مواد اضافی و بیکاره، اینا رو جدا و بعد از طریق حالبین به مثانه و از طریق مثانه به یوریترا یا مجرای ادرار خارج میشد. اما پرنده ها همین آب زفیر همراه با مواد فضله خارج میکرد. گفتیم در تمام پستانداران یک جوره گرده وجود داشت که یک جوره در تصفیه کردن خود خون برای موجود زنده کمک میکرد. اطراح رو گفتیم به طریق قاعدگی هم بود، مثلا از طریق عرق، تنفس، سیستم هاضمی که امعای بزرگ مواد زفیر خارج میکنیم، اینا هم از جمله اطراح هست. اما اعضای مخصوص از او شامل همون گرده ها و حالبین و مثانه و مجرای ادرار. و دیگه رسیدیم در بحث تکثر. گفتیم تکثر در فقاریه ها طوریه که بعضی از اینا القاه خارجی دارن، مثلا زوحیاتین، جنس مؤنث و مذکر با هم جوره میشد، وقتی مرحله انزال میرسید جنس مؤنث محیط آبهای ایستاده را انتخاب میکرد و بعدن چی؟ تخم در همون محیط رها میکرد. جنس مذکر هم اسپرم، اسپرم و اوم با هم یک جا و بعد تشکیل زایگوت و زایگوت تبدیل میشد به لاروا. این القا خارجی بود. اما القا داخلی باز، الهای داخلی هم باز به دو شکل، یک مراحل انکشاف جنین در بطن مؤنث یا خارج از بطن صورت میگرفت، مثال پرنده ها القای داخلی دارن یا خزنده ها.
مراحل انکشاف جنین خارج از بطنه. پرنده تخم میگذاره، بعد روی تخم میشینه میخوابه. اما پستانداران باز الغاه داخلی داشتن، جنس مؤنث و مؤنث مذکر با هم یک جا میشد. زمانی که عملی الغا صورت میگرفت و شرایط بارداری تثبیت میشد، انکشاف جنین شروع میشد. در کجا؟ در بطن مؤنث. نظر به نوعیت متفاوت، 2 ماه، 6 ماه، 9 ماه، بالاتر از این در بطن مؤنث جنین انکشاف میکرد. و خصوصیت دیگی که در بحث مسائل تکثر وجودیش، مثال بحث خزنده ها مثل گفتین کرکودیل، تمسا و لاک‌پشت ها، این هم الغاه داخلی دارن. ولی بعد از عملی فروتالایزیشن یا الغا، جنس مؤنث محیط ریگی رو انتخاب میکرد، تخم رو میگذاشت با مونجی، دفن میکرد، میره به دنبال کار خود. حالا تخما خود اینا انکشاف و تبدیل به چوچه میشن. اما آخرین مطلب و آخرین مقایسه ای که در بحث فقاری وجود داره، مسائل تنظیم دما در بدن از اینا هست. گفتین فقاریه ها ما به 5 کلاس تقسیم بندی کردیم. 3 کلاس از اینا خونسرد بود، خونسرد داشتیم و خونگرمه. خونسرد به حیواناتی گفته میشد که دمای بدن اینا متغیره، وابسته به محیط. هوا سرد شد، بدن از اینا شکل آتل و بیکارل میگیره. بخور بعد چیکار بکنن؟ برن به طرف خواب زمستانی، هایبرنیشن. باز چه وقت فعال میشن؟ زمانی که شرایط، یعنی هوا یا دما، دوباره گرم شد، فعالیت خود در مجددا آغاز میکنن. این میشه خونسرد. اما خونگرم ها که است، دمای بدن اینا ثابت، وابسته به محیط نیه. مثال دمای بدن پستانداران است 37 درجه، دمای بدن پرندگان است 40 درجه. خدا کنه هوا برسه به -10 درجه، دما بدن ما و شما همون 37 درجه. اما چه کار میکنیم؟ لباسه های زخیمتر میپوشیم. تا چی؟ حرارتی که تولید میشه ضایع نشه، همون حرارت رو حفظ بکنیم. اما بحث خزنده ها و زوحیاتین و مایه ها، اینا که این کار رو کرده نمیتونن، پس مجبورم چه کار بکنن؟ برای ادامه و بقای زندگی برن به خواب زمستانی، محیط های مناسب رو انتخاب میکنن، میرن به طرف هایبرنیشن. تا کی؟ تا وقتی شرایط برای اینا مساعد شد. پس بس بر موضوعاتی که امروز با شما خواندین، مقایسه خود سیستم ها در فقاری ها بود که شامل سیستم اسکلیتی، سیستم عضلاتی، سیستم هاضمه، سیستم دوران خون و سیستم تنفس، اطراحی، تکثر و همچنین توافق موجودات زنده. یکی از خصوصیات عمده موجودات که بتونن برای بقا و برای ادامه زندگی بتونن خود رو وقف بدن، توافق کردن با محیطه. مجبوره با محیط سازگاری رو نشون بده. اگر سازگاری رو نشون نداد، زندگی از او به مخاطره میفته. صحیح شد؟ پس اینها شناختیم ما. یک موضوعی که در بحث دوران خون وجودش، گفتیم دوران خون شامل بازو و مسئله دوران صغیر و کبیر بود. اعضایی که در این سیستم دخالت داشت، شامل رگه ها که ورید، شریان، عروق شریع و خود قلب. فرق بین ورید و شریان را هم فهمیدین که وریده ها شامل رگه های خونی هن که قطر ناکلان و فشار خون در اونا کمتره. اما شرائین باز رگه های خونیه که قطر ناکوچک ولی شدت و فشار خون در اونها بیشتره. و قلبم که از جمله اعضای سیستم دوران خون بود، در تولید خون دوستا نقش نداره، فقط کاری که پمپ کردن خونه.
و شما در بحث اسکلت گفتید تولید خون در استخوان‌ها صورت می‌گیرد. یکی از جمله وظایف سیستم اسکلتی گفتیم تولید نمودن حجرات خونیه که در مغز استخوان تولید میشه. با میدی که از مطالب و موضوعات امروزی استفاده کلی برده باشین، تا دیدار بعد و برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.